سلام دوستان، تو این جلسه از پاور بی آی ما میخواییم در خصوص یک امکان تحلیل توی پاور بی آی صحبت بکنیم. این امکان جدید و جالب کی اینفلوئنسرز هستش توی پاور بی آی که میتونیم هم از این قسمت هم توی قسمت اینزرت کی اینفلوئنسر رو بندازیم که من توی یک ریپورت جدید تو اینجا هم اسمش رو عوض میکنم، مینویسم کی این INF میذارم که کوتاه باشه کی اینفلوئنسرز. خب به چه معنی هستش؟ یعنی تاثیرگذاری های کلیدی به چه کاری میادش؟ ببینیم، مثلا من سود دارم یا هزینه یه چیزی رو دارم، یه سری دیتا دارم، میخوام ببینم چه عواملی بر اون دیتا یا داده تاثیرگذار هستن، چه چیزایی باعث میشن که این مقدارش بره بالا یا چه چیزایی باعث میشن این مقدارش بیاد پایین. حالا تو داده های خودمون که تو این جدول سیلز دیتا مخصوصا هستش، من مثلا پروفیت دارم، سود دارم، میخوام ببینم چه چیزهایی تاثیر میذارن بر اینکه سود من افزایش پیدا بکنه، چه چیزهایی تاثیر میذارن که سود من کاهش پیدا بکنه. یا مثلا هزینه حمل و نقل دارم، چه چیزهایی باعث میشن که هزینه حمل و نقل من بره بالا یا چه چیزهایی میارتش پایین. به این میگن تاثیرات. حالا ما تاثیرات کلیدی رو میخوایم پیدا کنیم، چه چیزی بیشترین تاثیر رو داره. خب بیایم اول از پروفیت شروع بکنیم. ببینیم، من نمودارم رو انداختم، بزرگش هم میکنم. اینجا میگه select or drag fields to populate these visuals. اول میگه آقا یه دونه فیلد رو واسه من بنداز که بتونم این رو انجام بدم، چیز خاصی نیستش. خب چه چیزی رو باید بندازم؟ یه ستون عددی رو پیدا کنید که میخوایم ببینید چه چیزایی روش تاثیر داره. profit میتونه باشه، transportation cost میتونه باشه، quantity میتونه باشه، هر چیزی که واسه تون مهمه. profit بیشتر اهمیت داره واسه ما دیگه، من اول profit رو انتخاب کنم. خودش میندازه تو analyze. اینجا که میندازه باید اون مقدار عددی باشه که من میخوام تاثیرات رو روش بررسی کنم. اینجا میاد از من میپرسه what influences profit to increase، چه چیزی تاثیر میذاره بر سود که افزایش پیدا کنه. حالا من اینجا دوتا دارم، میتونم هم بگم افزایش پیدا کنه، چه چیزایی تاثیر میذاره که کاهش پیدا کنه. خب بیایم ببینیم چه چیزایی میتونه تاثیر داشته باشه. اینجا explain by رو میبینین، چه چیزی profit رو تعریف میکنه، چه چیزی سود رو تعریف میکنه. کاستومر سیکشن آیا میتونه تعریفش بکنه؟ مثلا من میخوام ببینم چه بخشایی از مشتری تأثیر میذارم بر پروفیت، میتونم این رو اینجا بندازم. اینجا میاد شروع میکنه به تحلیل کردن، میگه نو اینفلوئنس فایند، میگه من چیزی نتونستم پیدا بکنم، شاید خیلی یک نواخت بوده، نتونسته بفهم کدوم سیکشن ها هستن که تأثیر میذارم بر پروفیت، کدوم بخش از بازار هستش. به خاطر همین من میتونم نتیجه بگیرم که آقا بخش های مختلف مشتری بر سود من تاثیر نداشته، میتونم اینو بردارم. حالا بیام یه چیز دیگر امتحان کنم، مثلا پروداکت ساب کاتگوری، چه محصولاتی، چه مجموعه از محصولاتی تاثیر داره. این کاتگوری چون خیلی کلیه رو فعلا انتخاب نمیکنم، میتونم حالا بعدن اضافهش بکنم. مثلا من اینو الان میندازم پروداکت ساب کاتگوری ها، الان میبینیم که اومده قشنگ یه تحلیل جامعه رو واسه من ایجاد کرده و گذاشته. خب بیایم نگاه کنیم الان چه چیزایی تاثیر میذارن که افزایش پیدا کنه. اومده میگه product sub category is copiers and fax، یعنی دستگاه کپی یا fax بیشترین تاثیر رو روی سوداوری من داشته. بقیه چیزای مهم رو هم اینجا اومده گذاشته. من رو هر کدوم که کلیک کنم اینجا میتونه مقدار یه نمودار دیگه به من نشون میده که اومده ساب کاتگوری ها رو مقایسه کرده با این یکی و اوریجش رو هم انداخته، میگه ناکو این چقدر بالاتره. حالا من یکی رو انتخاب بکنم، میاد این یکی رو آبی روشن میکنه، میگه تفاوتش رو میتونی ببینی با بقیه. خب حالا بیام ببینم چه چیزایی باعث کاهش سود من شده. دیکریز رو میزنم، میگه وقتی که پروداکت ساب کاتگوری تلفن زن کامیونیکیشن باشه کمترین سوداوری رو من داشتم، باعث کاهش سوداوری من شده. خب که اینجا میبینیم که دیروز کمترین سوداوری ها بوده و اینجا میتونم بقیهش رو بگم the average profit decreases by انقدر. تاپ سگمنت ها رو میتونم انتخاب بکنم، میاد یه جورای خوشه بندی میکنه، میگه تو اکثر فروشتو ناکن بر اساس پروداکت سگمنت تو توی 618 دلار هستش. خب اومده میگه اینجا که تجمع دادات بیشتر هستش. خب حالا کم رو انتخاب بکنم، میاد تعداد
سگمنت های بیشتری رو نگاه میکنه، میگه تو کاهش اونایی که کم هستن بیشتر تو 71 دلار فروختی و 171 دلار بوده که میفروختی. خب این میشه تحلیل مثلا پروفیت. بیایم ساب کاتگوری اینجا داشتیم، کاتگوری ها هم بهش اضافه کنیم، بندازیم بالاش. خب اینجا میاد یه تحلیل کامل تری رو واسه من ایجاد میکنه. حالا من این رو هم اینکریز میکنم. این نتونسته مثلا چیز خاصی رو بهش اضافه کنه، اطلاعات بیشتری به من بده. این میشه مثلا تحلیل سوپ. من اینو کوچیکش میکنم، میذارم مثلا اینجا که بیام یه دونه دیگه کی اینفلوئنسر رو اضافه کنم. بیام این دفعه هزینه حمل و نقل رو بررسی کنیم. من میام ترانسپورتیشن کاست رو میذارم توی آنالایز، بعد میخوام ببینم که کدوم پروداکت پکیج ها هستن که بیشترین تأثیر رو داشتن. این رو انتخاب میکنم، میاد اینجا تحلیل میکنه واسه من، من اینو بزرگ میکنم. اومده میگه وقتی که جامبو باکس بوده بیشترین هزینه رو باعث افزایش هزینه توی حمل و نقل شده، چه چیزای کاهشی بودن توی اینا. میگه رپ بک بوده که بیشترین کاهش بوده. پس من وقتی که بسته‌هامو اینطوری بخوام مجبور باشم بزنم، بیشترین افزایش رو توی هزینه حمل و نقل داشتم. حالا بیام روش‌های حمل و نقلم داشتم دیگه، اون رو هم اضافه کنم بهش. ترانسپورتیشن، نوع حمل و نقل رو هم اضافه میکنم اینجا. اینجا میایم میبینیم که آقا وقتی که جامبو باکس بوده که هنوز بیشتره، ولی یه چیز دیگه هم که اضافه کرده دلیوری تراک هستش که اینجا تقریبا برابری میکنه با ما. خب دلیوری تراک باعث میشه که من نسبت به چیزهای مختلف هزینه هام خیلی بیشتر باشه، اکسپرس ایر کمتر هستش، یعنی اگر من بتونم به وسیله هواپیما بفرستم هزینه کمتری میدم تا اینکه با کامیون مجبور باشم بفرستم. خب حالا یه چیز دیگه هم اضافه بکنیم که تحلیلمون باز بهتر بشه. اینجا من پکیج سایز هم دارم، میتونم این رو هم اضافه کنم. خب اینجا میبینیم باز من گزارشم جامع تر شده و حالا هنوز دلیوری تراک هستش و وقتی که پروداکت پکیج من سایزش بین 6 تا 78 صدم باشه، اینجا میبینیم که تأثیر داره. پس بین 6 تا 78 صدم هستش که من هزینه بالایی رو دارم متحمل میشم یا کمتر. اتفاقا پکیجام کوچیک بوده و اونایی که اینطوری بسته بندی شدن و از این طریق ارسال شدن، من اینا رو میتونم شناسایی کنم ببینم چه راه کار دیگه ای میتونم داشته باشم که کمتر از این متدها و روش ها واسه ارسال استفاده کنم. میتونم از دیکریز استفاده کنم، ببینیم با رگولار ایل بفرستم، پکیج سایزام رو هم بیام بین این مقدار ببندم، بین 0 تا 51 بتونم انجام بدم و به این صورت هم بسته بندیش کنم. خب این از این تاپ سگمنت هم که به این صورت مثلا نشون میده که سگمنت 4 که پیدا کرده حدودا 6 و 8 دلار هست که بیشترین هزینه رو داشتم توش، کمترین هزینه ها رو داشتم توش. توی های را هم انجام بدم، بیشترین اندازه‌ای که داشتم نگاه کن تجمعش 21.88 بوده، 40 دلار هم داشتم ولی تعدادش کمتر از این بود. بیشترین تعدادی که من هزینه حمل و نقلم بوده توی بالا قسمت بالایی بالاتر از اوریج 21.88 بوده. خب اینم میشه اینفلوئنس ها، آنالیز تاثیرپذیری توی پاور بی آی. ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.